قالب ایرانی ها به سلسله صفویه می‌بالند، چرا که ایران بار دیگر در عهد صفوی بود که سر بلند کرد ولی صفویه شروع رسمیت یافتن تشیع و قدرتگیری علمای شیعه نیز هست دوران صفویه را چطور باید ارزیابی کرد؟ سلام یکی از فرنگی هایی که در دوران شاه عباس به ایران آمد در توصیف اولین روزهای سکونت خود در ایران میگوید از زبان فارسی چیزی نمیدانستم فقط آنقدر میدانستم که نام شاه عباس به کررات برده میشد باید بگویم شاه در ایران اونقدر مورد ستایش است که وقتی میخواهند قسم بخورند میگویند به سر شاه عباس حالا بیش از 500 سال از شروع کار دودمان صفوی ایرانی ها هنوز هم به میراث صفوی میبالند از اصفهانی که نصف جهان نام گرفت تا آثاری در حوزه هنر و فلسفه و کلام عباس امانت از تاریخ نگاران معتبر ایرانی حتی میگوید ریشه های تجدد ایرانی را باید در دوران صفوی جستجو کرد اما رابطه ای ایرانی ها با صفوی قامز است چرا که کمابیش توافقی وجود دارد مبنی برای اینکه با رسمیت یافتن مذهب شیعه در عهد صفوی علما برای قدرت گرفتن خیز برداشتند و طی چندین صده توانستند سیطره ای بر جامعه ایران اعمال کنند که دیر یا زود آنان را در رأس حکومت قرار میداد آیا چنین است و اگر چنین است تا چه حد صفویه را در این نتیجه باید مسئول دانست ایران صفوی چگونه ایرانی بوده و چرا تعیین تکلیف با آن دشوار است عباس امانت که اخیرا کتاب ایران یک تاریخ مدرن را منتشر کرده میگوید اگر در نور وضعیت امروزی ایران صفوی را ارزیابی نکنیم خواهیم دید که دوره صفوی آرام آرام زمینه های ایران مدرن را فراهم آورد رودولف مته تاریخ نگاری که چندین کتاب در مورد صفوی منتشر کرده از جمله کتاب ایران در بحران مهمان دیگر برنامه است از او خواهیم پرسید چرا ایران صفوی را ایران در بحران مینامد خیلی خوش آمدید آقای امانت سه فصل اول کتاب جدید شما در مورد صفوی است و در این سه فصل شما میگید که ریشه های تجدد ایرانی رو باید در دوران صفوی جستجو کرد به ما بگید چرا خیلی متشکرم البته نخستین موردی که باید متشکر بشم اینه که مفهوم تجدد یه مفهوم خیلی قابل تعبیری است و میتوان اون رو به نحوی که غالبا در قرن بیستم به یک در دوره انقلاب مشروطه یا دوره پهلوی از تجدد عنوان میشد بشناسیم یا به صورت یه جریان وسیعتری ببینیم معمولا دوره صفویه دوره که به عنوان پیشا مدرن شناخته شده خود این ترجمه هم مشکله که در مدل انگلیسیش ارلی modern دقیقا پیشا مدرن نیست واقع میشه مراحل اولیه مدرن مراحل اولیه مدرن, مدرن. ولی من هر چقدر کشیدم نتونستم هلی. تجدد آغازین یا یک انوانی نظیر این باید برش یافت به هر تقدیر من تصور میکنم اونی که در من در کتابم در بخش اول کشیدم بهش بپردازم. این هستش که همونطور که شما در مقدمه متکر شدید چند نکته اساسی در تحول دوره صفویه در این طول دیوی سال هست که اون رو زمینه برای شناختن مسئله زمینه برای به وجود اومدن جریانات تجدد در ایران قرن 19 و 20 میشه به شما رو بود بسیاری از اینها در واقع جریانات هستند که ورای ایران هند ای جریانات جهانی هند که در این دوره ای پیشا ظهور کردن و ایران هم خواهی نخواهی جزئی ای از این جریان پیشا بود به خاطر وضعیت جغرافیاییش چون در یک مسیر مهمی در دنیای قدیم قرار گرفته بود و هم به خاطر اینکه یک جامعه بود که یک نوع ثبات فرهنگی یا یک نوع یک سابقه فرهنگی قدیمی داشت پس از هر دو اینا میتونست بهره ببره حالا اون جریان ها چی هستند؟ یکی که شاید برای مورخین اروپا و جهانی همه مهم هست جریان ارتباطات دریایی بزرگیه یعنی که ما در این دوره پیشآمدن از قرن شهم پونزدهم به بعد میبینیم که قدرت‌های تجاری اروپایی به سرزمین‌های دیگر دست یافتند باشون تجارت برقرار کردن مبادلات تجاری پیدا شد و خواهی نخواهی این جامعه ها کالاهایی رو مصرف کردند که در نتیجه این تجارت تحول تجارتی جهانی بود یه نکته مهمیه رجی به اینکه ایران چرا باید زمین در رو تجدرد رو از اون موقع جست دوم اینکه آن چیزی که به عنوان امپراتوری های باروتی شناخته شده یعنی قدرت های سیاسی بودند که در از حوادی نیمه قرن پونزده اول با امپراتوری عثمانی بعد با امپراتوری صففی در ابتدای قرن شونزده بعد با امپراتوری گرکانیان تیموریان هند در دهه در ربع اول قرن 16 این سه امپراتوری بزرگ در ناحیه دنیای اسلام البته دیگران هم بودن این عنوان هم خب از یک مورخ امریکایی که اون رو از جای دیگه ای گرفت مارشال هاتسن و به, اون به این نام امپراتوری های باروتی گان پادر امپایرز بشه خب مقصود از این به این استفاده از این قدرت سلاح آتشین مخصوصا توپخانه بود که قدرت خیلی بیشتری به دولت مرکزی میداد در مواجهه با دو قدرت های محلی و قلا و دشها و اینها رو در واقع خیلی بیشتر تونست برش دسترسی پیدا بکنه دولت مرکزی و در نتیجه خواهی نخواهی یک نوع یک پارچگی سرزمینی پاک، یک پارچگی امپراتوری درش پیدا شد و صفوی هم به هیچ وجه از این مبرا نبود و این هم یک وجه مهم دیگری در اینه که چطور این مفهوم تجدد رو باید در این دوره دید سومین نکته این هستش که پیدا... همون که خودتون اشاره کردید رسمیت مذهب تشیع در ایران با خواست دولت البته بعدا به اینها به جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت این هم عاملی برای پیدایش یک نوع یکپارچگی ملی در ایران بود یعنی که یک نوع قوام اجتماعی پیدا شد و رابطه بین دین و بین دولت و جامعه از طریق مذهب و تقویت شد و به این ترتیب آنچه که نهایتا از این سه عامل البته عوامل مهم دیگه هم هستش که میشه بهش پرداخت ولی این سه عامل رو اگه ما در نظر بگیریم اینها زمینه ای شد برای اینکه حتی بعد از سقوط صفویه در قرن پایان قرن 18 هم، شروع قرن 19 هم، وقتی که ایران دوباره یک نوع یک مرکزیتی پیدا کرد در طول ابتدای دوره قاجاریه این سنت این میراث حفظ شد حفظ شد پس به این ترتیب پیوستن به تجارت جهانی افزایش توان نظامی و برخورداری از توان آتشباری در انجه بهرهمندی از بارود و همینطور یک ایدولوژی که یک پارچه میکرد اینا رو فکر میکنید اینها در او زمینه های اون چیزی بله. که شما تجدد بله. مینامید رو آوردن اگر فرصت هست یک اصل بله. چهارمی هم اضافه کنم بله. بله. و اون این است که ایران حالا یک خوشبختانه یا بدبختانه مواجه با یک قدرت بسیار هم که شما در مقدمه هم گفتید با یک قدرت بسیار بزرگ نظامی دیگه مواجه شد عثمانی عثمانی و این قدرتی که در برابرش داشت در معصای غربیش همینطور قدرت های سنی دیگه شاید به اون تمرکزی که عثمانی بود نبود ولی ازبکان در, غرب... در شرق ایران اینها چون یک فشار دائمی در طول این دوره 200 ساله بر دولت صفوی وارد آوردن بر سرزمین ایران وارد آوردن این هم در شکل گیری ایران به عنوان یک قدرت, مرکز. قدرت مرکزی, و یک دولتی که صرفا با سلسله صفویه شراخته نبود اگرچه به دولت علیه صفویه میگفتن و در این حال به ممالک محروسه ایران هم استفاده از میکنند و این هم در واقع این فشار از خارج هم این شکل داخل رو بیشتر در منسجم کرد آقای مته ایران صفوی چقدر یک پارچه است چقدر این حکومت مرکزی که به ششاره شد واقعا تونست دست خودش رو تا هواشی تا مرزهایی که خیلی وسیع بودن برسونه و یک کاسه کنه و این پاره ها رو دوباره گرده هم بیاره برای اینکه شما در صحبت در ارتباط با کتاب ایران در بحران گفتید که صفوی حکومت مرکزی داشت ولی مدیریت مرکزی نکرد منظور چه هست؟ خب منظورم اینه که درسته که بعد از پیدایش صفویان یعنی خود پادشاهان صفوی موفق شدند از این که دو نیمه های ایران دوباره دو با هم وصل میکردند یعنی متحد میکردند هم یه واحد پولی هم درست کردند از این لحاظ خیلی پدیده خیلی مهمیه و تاثیرش هم خیلی دراز مدته و یعنی قدرتشون البته خیلی بهنور بود ولی در این حال هم نسبی بود یعنی این فقط به ایران نیست البته یعنی تمام دولتهای پیشامدرن قادر نبودند در قلمرو خودشون حکم فرمان باشند یعنی مسئله تدارکاتیه یعنی تجهیز و قشون سخت بود مخصوصا ایران البته ممانع زیادی داشت برای تسهیل حاکم شدن دولت چون یک کشوری هست با طبیعت بسیار خشن و صبل عبور یعنی کوههای بلند و بیابونهای وسیع و هر حاکمی در ایران یا قبل از صفویه باشه یا بعد از اون تا از مدرن که البته از این چیزون جبران میکردن با تکنولوژی فناوری مدرن ولی قبل از اون به هیچ وجه امکان نداشتن تمام کشور خودشون زیر تسلط خودشون در بیارند مخصوصا به خاطر این که تقریبا نیم جمعیت ایران قبائلی بوده که اونا اینان سخت بود یعنی زیر سیطره حکومت در بیارند از لحاظ مالیات از لحاظ سربازگیری و فلان و یا یعنی اونا هم یاغی بودند یعنی یعنی معمولا مقاومت میکردن به هر حکومت مرکز گرای در ایران شرایط مخصوصی وجود داشتند بر علیه این مفهوم سیطره کامل و اینو توصیف میکنم تو هم،, هم, کتاب بحران ایران همیشه یه تنشی وجود داشته بین نیروهای مرکز گرای و نیروهای مرکز گریز <applause> و البته به نظر من اصولا به خاطر اینکه به خاطر طبیعت مشکل مشکل ایران که زیاد حاصل خیز نبوده بیشتر مناطقش و هم به خاطر اینکه اصولا بنیاد اقتصادی مالی نسبتا ضعیف بوده ممانی اضافی وجود داشته یعنی به طرف این نیروهای مرکز گریز در ایران تصور عمومی در ایران اینه که ایران صفوی ایران ثروتمنده چی باعث میشه که شما بگید که تو کتابتونم خیلی روی این صحبت کردید و سند زیاد آوردید که بنیه مالی این دودمان صفوی چندان قوی نبوده چرا؟ به نظر من یه زای تو تفاهم در کار است اینجا اه. از یه طرف درست هم هست البته از لحاظ ت... تمدن و فرهنگ به کلی بسیار غنی بود باقی مانده اصفهان نشانگر شاخص همین جاست بهم. همینه البته خود فلسفه امیر و ملاصدرا البته اوج فلسفه یا حکمت بوده ولی زیربنایش یعنی زیربنای اقتصادیش به نظر من ضعیف بوده یعنی مثلا صادرات کم بوده که خارجیان تقاضای اونا بودند فقط یعنی بیشتر از ابریشم چیزی نداشته که ساده بکنه مردم واقعا عاشقش بودند در خارج ولی خب البته به نظر من برمیگرده به یه تصویری که ایرانیان نگه داشتند بعد از سخوت صفویان چون اهمیت صفویان بیشتر یه چیز انتظاییه و هم مربوط به ملی یعنی وطن پرستی که در حال حاضر وجود داره یعنی میشه گفت به نظر من که عصر صفوی آخرین دوره ایران بود که مردم ایران مغرور و سر بلند به, نگاه به این دنیا نگاه میکردن و خودشون محور اون دنیا میدونستن بعد از اون و بعد مخصوصا بعد از سقوط صفویان یه منجر شد به یه قرن هرج و, و شورج و شورش و یاغی شدن قبایل و از بین رفتن یعنی یه مفهوم واحد بودن یه, یه کشور یه قلم رو و آخرش البته یعنی بقیه داستان تاخیر و شکست و ضعف نظامی و اقتصادی و حتی فرانگی اشغال و اشتغال یعنی ناچاره که مردم ایران بعد سه قرن با نوستالژی شدید به دوره صفحه نگاه میکردن نه. به عنوان کمال بزرگیه. مطلق یه آرمان گرایی در کار به نظر من یعنی یک کشور سرسب پر از منابع ولی در واقعیت منابع طبیعی ایران معادن فلزب گرانبها خیلی کم پیدا میشد یعنی برای همین تو یک کتاب مثلا راجع به این دارید, دارید. راجع به در واقع همین بنیه مالی معتقد هستید که مسکوکات کم بود معتقد هستید طلا و ندر من... وجود نداشت به همین دلیل ایران چندان از نظر اون گردش مالی قوی نبود درسته خب اینم گمان بنده نیست البته هم. یعنی معلومه مثلا نگاه میکنه مسکو کاک من کتابی در نوشتم در مورد تاریخ پول ایران پولی ایران ولی معلومه که مخصوصا در دوره صفویه کمبود فلزات و کمبود مسکوکات خیلی کم بوده مثلا برای دوره شاه سلیمان اصلا سکه ضرب نمیشد چون وجود نداشته واقعا مم. یه بحرانی بود هلی. آیا چنین آقای امانت نگاه ما به صفوی بیشتر از سر نوستالژیه و آیا این تسری میکنه به تاریخ نگاری ما هم بله البته من با آقای مت موافقن در این مورد هر فرهنگی اهم از اینکه ایران یا یا سرزمین های اروپا یا هند یا هر جای دیگه نگاه کنیم این تصور نوستالژی که نسبت به گذشته رو داره یعنی جزئی از تاریخه مم. حتی مورخین ممکنه که نگاه خیلی اقلایی به تاریخ بکنن یا یعنی فکر کنن اقلایی ولی اون با تصوری که عامه از گذشته دارن متفاوته و بدون شک هر نوع ایدئولوژی ملیگرای یا وطن پرستانه میباید یک تصویری از گذشته خودش عرضه بکنه که در اون لحظات حزیز هست و درش لحظات اوج هست ام. و میار به خاطر بله. اینکه خودش رو در یک موقعیت بله. تاریخی در مقابل بقیه قرار بده ولی شاید بعد این نکته رو هم اضافه کرد که اگرچه دوران صف اگرچه ایران به عنوان یک اقلیم همونطور که آقای مته میگن یک منابع محدود داشت من اقتصاد زراعیش به نسبت همسایگانش بسیار ضعیفتر بود از نظر جمعیتی کوچکتر بود من گفتم شاید جمعیتی در اوج صفویه شاید بیشتر از ده میلیون نبود شاید شد شاید کمتر در حالی که خب جمعیت عثمانی حداقل 22 میلیون بود شاید بیشتر جمعیت هند گورخانی 100 میلیون بود بره. و خب این خیلی یک نوستان یک در عدم, توازنی, ادم توازنی در اینجا هست خب نظام ایران که خب صفبی هم اون رو میراث اون رو گرفت این بود که چطور بتونه با منابع کم و به قول آقای مته با مدیریت ضعیف هنوز بتونه این سرزمین رو ادامه, ادامه بده و اه اه بتونه نگه داره, نگه داره. و اون مفهوم در واقع ممالک محروسه که خب در واقع پیدایشش برمیگرد و دوره ایرخانی و قبلش هم شاید برمیگرد برای که شاید برای اول این رو میشنوند میشه توضیح بدید منظور چی بوده ممالک بس. محروسه ممالک محروسه در واقع یک کوششی بود که یک توازنی بین تمرکز مرکزیت دولت که در نظام سلطنت بود و ولایات که هر کدوم یک جنبه خودمختاری یا نیم خودمختاری داشتن شاید ارتباطاتشون با مرکز غالبا از طریق خیشاوندی بود چون معمولا شاهزادگان بودن که به ایالات می یا گاهی سرکردگان و خوانین بودند که از جانب یا دیوانیان بودند که ده. از جانب دولت مرکزی می فرستدن. و در واقع بهشون اجازه میدادند که در اون ولایت خودشون در اون سرزمین خودشون تا یه اندازه ای در همه امور مدیریت اون ناحیه خود مختاری داشته باشن حال... یک وفاداری جز... به دولت مرکزی داشته باشن این مفهومی بود که محروسه به عنوان هرس یعنی محافظت ممالکی که ممالکی محافظت, 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 محافظت شده, شده ی ایران بود بله. یعنی که یک مفهوم دفاعی در مقابل خارج درش وجود داشت این, بله. این فلسفه بله بفرمید من میخواستم برگردم به همین سوال یعنی وز مرکزی و محفظی ایران در مواجه این دو تا دولت همسایه که اینقدر قدرتمندتر و سرومندتر بودند هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاست و جمعیت و منابع طبیعی و فلانی اینا به نظر من برمیگرده همیشه برمیگرده به این که مقام ایران یعنی و حیثیت ایران مبناس بر فرهنگ در قیاس با دو امپراتوری دیگه عثمانی و گورکانی ایران اگر قدرتی داشت این رو ناشی از فرهنگش ناشی از تمدنش باید بیشتر نمید. تا در بیشتر قدرت اقتصادی داشت تا قدرت ولی این ممالک محروسه هم مفهومش و هم عمل کردی که از این مفهوم برمیاد این تا چقدر موفق بود در یک پاشی کردن ایران برای اینکه یکی از تاریخ نگاران هموطن شما آقای بله. فلور که او هم هلندی است مثلا در یکی از کتاباش میگه که در دوره صفویه وقتی در اصفهان قحطی نان بود مهم. در تبریز اینقدر آرد فراوان باید. بود که نمیدونستن باش چیکار کنن این به ما در مورد صفویه چی میگه خب این البته برمیگرده به واقعیتی که بازار ملی اقتصادی نداشته یعنی یک قسمت یک منطقه میتونست از گرسنگی میموردن می 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 من منطقه دیگه یعنی خراسان مثلا غله و حبوبات فرعون بوده ولی این با چیز یه پارچگی به این صورت وجود یعنی مربوط نیست یعنی ربطی نداره به نظر من من به م... یعنی مفهوم وحدت ملی که البته یه مفهوم مدرنه ما نگاه میکنیم و به ایران یعنی یه پارچگی چیز مشخص میکنیم ولی در واقع خیلی پراکنده بود یعنی این چیز انتظایی هم یعنی یک میشیم. پارچگی اقتصادی نبود اگر نه نه یه پارچگی فرهنگی بود تا حدی نا آگاهانه یعنی نیست که مردم معمولی آگاه بودند که من ایرانی هستم یه خیلی مثال به شما دا دادم این تقریبا اوایل قرن بیستم بود یعنی اواخر قرن نوزدهم میلادی یه فرانسوی میره ایران بونوالو اسمشه با یه مردی در غرب ایران کردستان هم جایی چیز ملاقات کرده و یارو پول روسی همراهشه این فرانسوی ترجم میکنه چرا پول روسی همراهته مگه شما ایرانی نیستی گفته که خب ما ایرانی و خنگ هستن مگه شما ای خودتون ایرانی هستن؟ نه من اهل حمدان هستم آها بله خیلی یعنی اینقدر محلگرایی قوی بوده بله بله. در ایران این مفهوم فراگیر ایران البته وجود داشته ولی در روز در زندگی روزمره مردم به نظر من نقشه زیادی نداشت بزرگی نداشته چقدر در این وضعیت نوع حکومتداری صفویه موثر بوده برای اینکه در این اینکه که این مفهوم ممالک محروسه وجود داشته در این اینکه شاه عباس ایران رو یک پارچه کرده از نظر قدرت حکومتی در این حال خود شاه عباس اسناد نشون میده که سعی میکرده از تفرق بین حکام مختلف از اختلافات اونا استفاده کنه مثلا گفته میشه که شعباس سعی میکرده گنجلی خان در کرمان رو با اللاوردی خان در شیراز اینا رو به جون هم بندازه این چه جور حکومت مرکزی و مدیریتی بوده که در واقع شعباس برای گرفتن منابع و فروش عناوین اینجوری سعی میکرده بین حکامی که خودش میگمارده اختلاف بندازه البته همیشه میشه جنبه های منفی رو در حکومت هر دوره دید بله. این خیلی استثنای دوره صفویه نیست بله. که خب حکام سلاتین بتونن درگاه دی... در, 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 دیوان خودشون در ولایات خودشون این رو نقش بازی... دوگانه یعنی اختلاف رو بله. تشدید کنند ولی در این حال یک زرافتی در کار حکومت صفویه بوده آقای مته بیشتر اشاره کردن به این فرهنگ و فریختی ز... شاید ادبی و هنری ایران بدون شک خیلی مهم بوده ولی فرهنگ سیاسی هم در ایران بوده مهم. که این فرهنگ سیاسی اجازه میداده یه دولت ضعیفی که اون معنابر رو نداشته مزالک میتونسته دیویس سال دوام بکنه و در مقابل شما نگاه کنید چندین بار دولت عثمانی تمام ولایات غربی ایران رو از آذربایجان از قفقاز آذربایجان گرفته تا خوزستان اشغال کنه اشغال بکنه و در واقع اینها رو به نحوی الحاق بکنه به سرزمین های خودش اصلا خیلی جای تعجبه که با اینکه منابع ایران انقدر محدود بود چرا این دولت و عثمانی یک همچین دلبستگی به گرفتن ممالک شرق خودش داشت در که در بالکان و سرزمین های اروپای, اروپای شرقی خیلی منابع بسیتر برایش براش از نظر زراعی وجود داشت پس بس چه بستگی به این منابع داشت خب این شاید دلیلش این بود که وحشت و حراسی از وجود شیعه در ایران داشت حداقل در دوره اول چنین بود بله بله. بعد هم شاید منابع انقدر کم نبود بالاخره از سرزمین های غربی ایران قنای زراعی قنای داشتن سیاست صفویان البته منطقی بود یعنی با این کمبود منابع شفتی انگیزه که طوری که شما فرمودی که این دودمان صفویه بیشتر از دو قرن ادامه پیدا آبا. کرده که واقعا یه چیز عجیبیه ام و این هم البته به نظر من منبوده من مربوط به یعنی پادشاهی موفق و شعباس به اوج این رسید البته آبا. یه موازنه ای به دست میاره و از این مهمتر نگه میداره یعنی یه نگاه دیگه ای به اون که من در سوالم از آیه امانت پرسیدم اینه که شاه سعی میکرد بین والیان در مناطق مختلف مم. یه توازن ایجاد بکنه برای بر اینکه هر کدوم از اینا در این اینکه گمارده توسط شاه بود میتونست یک تهدیدی هم باشه درست نه فقط ام ام یعنی قدرت نیروهای محلی تمام نیروهای در داخل دربار که خب یه جوری ساخته که دور شاه میچرخیدند متوجه میشین همیشه طلب ستایش و مشروعیت بودند و یه شاه موفق مثل شاه عباس قادر بود که ن که یک نیروی قدرتی مخصوصی بالا بیاد به ضرر یه قدرت دیگه یعنی خودشو در, در رأس حرم بمونه بحب. یعنی قزل باشان، قزل قزل باشها باشه روحانیت باشه حکام محلی باشه فرق خارجیان باشه یه یعنی بازی میکنه طوری که یعنی خودشون همیشه حکم فرما یعنی سر نظام بمونه آقای مته اشاره کردن به علمای روحانیون در دستگاه صفوی خود شما هم گفتید که شیعه عامل وحدت سرزمینی شد یکی از اون عوامل ای که برشمردید و توصیف کردید این رسمیت یافتن شیعه رو در قیاس با ایدولوژی سنی حکومت عثمانی به عنوان جنبش اصلاح دینی یعنی گفتید مثل ریفورمیشن جمعش اصلاح دینی در اروپا بود به ما بگید چرا فکر میکنید رسمت یافتن شیعه شبیه جنبش اصلاح دینی بود برای اینکه درک عمومی از جنبش اصلاح دینی در اروپا متفاوته بله البته شاید من در این مورد اصراری نمی کنم که ظهور تشیع رو با ریفورمیشن یا اصلاح دینی اروپا مقایسه کنم در یک دوره بودن کم و بیش در یک ز... این که در ابتدای کتابم گفتم یعنی مال منم نیست دیگران گفتن یعنی این اکسیال ایج بود یه دوره محوری بود ام. که دنیا متحول شد ام. و هم به خاطر پیدایش رفرمهشن هم به خاطر همین تجارت دریایی یه دنیای خیلی متفاوتی از یه قرن قبلش بود حالا چرا شیعه رو میشه به عنوان یک ترحی برای قوام ملی شناخت اینه که اولا با همه این سالها که گذشته برای من این نکته خیلی عجیبیه که یک نوجوان 16-15 ساله یعنی شاه اسماعیل در 1501 بنیانگذار صفوی بنیانگذار بنیان صفوی وقتی که شهر تبریز رو گرفت به گفته مورخین اون دوره اولین نکته ای که اعلام کرد اینه که این دولت شیعه استعاشریه بله خب البته این ساخته خودش که نبود این حتما این سابقه پشتش بود بدون شک سابقه ملی. بلندی پشتش بود ولی با این حال این نکته جالبیه که از روز اول یک ایدئولوژی مذهبی قوی برای اجبار به اعتقاد به شیعه در ایران از جانب دولت صفوی اعمال شد با بیرحمی با فشار خوشوند. با خشونت این کاری کرد ولی در واقع در دراز مدت این یه نکته اساسی شد برای قوام ایران این. آیه شما این رسمیت یافتن شیعه رو چجوری توصیف میکنید میشه اون رو با نیزت اصلاح دینی در اروپا که در واقع معنیش این بود که کلیسای پروتستان از روم از کلیسای کاتولیک جدا میشه و بلد، آغاز بلد. تمام حرکت میشه که بعدا به نام اصلاح دینی شناخته شد این رو میشه مقایسه تا کرد؟ تا اندازه میشه مقایسه کرد ولی البته اختلاف عمده و خیلی بزرگ و مهم اینه که در ایران این تحول همراه با انقلاب مطبوعاتی وجود نداشت یعنی <متحد> صنعت چاپ نشر بله درسته یعنی در اروپا پروتستانتیزم و به اوج رسیدن یه یب برداش یه برداشت دیگری از مسیحیت یعنی از پیغام خدا یعنی کاملا متحول شده ولی همراه بود با با سواد شدن 20 درصد جمعیت اروپا، نه کاملا البته، این باله. مال قرن یه هم بوده، باله. ولی به اندازه کافی مردم همین تشویقشن کردن، پروزیستانت خودشون به انجیل باید نگاه بکنی نه باید قبول بکنی باله. از روحانیت تمام خرافاتی که اونا چیز پخش میکنند، خودتون باید خضاوت بیکنی یعنی این یه تحول، یعنی... واقعا واقع جنبش اصلاح دینی ایران... اومد واسطه‌ای که همون اه... کشیشان بودن رو از میان برداشت تقریبا در صورتی که در ایران همین. در واقع اون که رخ داد علما اومدن به عنوان واسطه قدرت به خود مردم داده یعنی طوری که گفت شما گفتی روحانیت به عنوان میانگران از از بین برد تا حدی در اروپا در اروپا در ایران همجوری تحول در بخشای از اروپا هم. البته نه. خب. من بره. به طور کلی در نگاه میکنم صحبت میکنم در ایران همچو تحولی و پدیده به وجود نمیاد ناید. اون موقع این به نظر من اختلاف عمدهش همینه ولی وقتی میگید که چیزی که به اصلاح دینی در اروپا کمک کرد صنعت چاپ و نشر بود بره. و در ایران چنین چیزی نداشتیم بره. آیا در ایران نهادهای ایجاد نشد که پیام دینی رو بگسترن برای اینکه در دوره صفوی است که نهاد امامت جمعه درست میشه یعنی به شیخ کرکی اجازه درسته. داده میشه درسته. که درسته. امام جماعت در بره. شهرهای مختلف ایران بره. بگماره بره. یعنی نهادهایی هستند که فراتر از پایتخت و شهرهای عمده میرن و این نهادها نهادهای دینی هستند و این پیام دینی رو میبرند دیگه اونجوری که آقای امانه در کتابشون گفتن رسم تقلید از مرجع در عهد صفوی است که شکل میگیره دیگه درست درست ولی این... بیشتر خودت میده به روحانیت بله. اصولا بله. و یعنی زمانی بعد از شاه زمانی که خود پادشاهی یعنی به عنوان نهاد محوری ضعیفتر میشه برعکس مقام روحانیت میره بالا و این در دوره قاجار تبدیل میشه بله. به مسئله برای حکومت مرکزی غیر از یا اندازه تحولش بله. معکوس تحول اروپا هست بله. البته خیلی درسته ولی تا پایان صفویه تا اونجایی که من مطلع هستم به ندرت حتی کرکی که عبدالله کرکی که بزرگترین از فقهای شیعه که بزرگترین از نظر قدرت و نظر قدرت بله محمد باقر مجلسی که بله خیلی شاید بله اهمیت بزرگتر بله بله. بله حتی خود مجلسی رای را در نظر در تمام دوره صفویه ما به موردی بر نمیخوریم که وفاداری دستگاه روحانیت از سلطنت مورد پرسش قرار بگیره <applause> یعنی تماما خود رو عوامل در واقع سلطنت میدونستن رو نظام صفویه میشه موردن نظام صفویه یک تقدسی در حالا یا سابقه سیادت رو برای خودشون ساخته بودن یا واقعا داشتن این قابل بحثه ولی به هر حال هر چی بود یک مقام سلطنت رو یک مقام نیمه مقدسی در این نظام بهش توجه میکردن ولی کاملا درست نیست یعنی مثلا شاه عباس دوم یعنی یک گروهی از روحانیت شروع میکنم ای... شکایت میکنند یعنی چون شاه به طور افراتی هرزگی و عیاشی و بادنوشی مم. و فسق و فجور مشغول این چیزها هست و این شروع نهی از منکری است از جانب علما حتی در مورد دربار درست و به خب به مردم معمولی نمیرسه و یعنی تمام قوانین خدا اجرا نمیکنه. یه یعنی واقعا شاکی می شوند. و اواخر یعنی دوری شاه حسین حتی یه شوریش شوریشی هست نه فقط در بین روحانیت در بین مقامات آلا که میگن که این پادشاه لیاقت پادشاهی نداره بل. فقط اسراف یعنی از نگاه دینی احمال و اسراف و سود تدبیر واقعا لایق این مقام بلند همت نداره قایمت یکی از چیزهایی که گفته میشه عامل بقای صفبیه بود و آقای امانت خوب در کتابشون اه در موردش کار کردن این توازن بین سه ستون مهم صفویه قزلباشان که در واقع خواستگاه صفویه بودند سرداران قزلباش علمای جبل عامل ام. که مشروعیت دینی میدادند بله. و دیوان سالاران ایرانی بله. این سه ستون کماکان گفته ایشون تا پایان عهد صفوی شاهان سعی میکردن توازن ایجاد کنند بینشون بله. تا پادشاه قادر بود این توازنی نگه داره مثل شاه عباس مسئله نبود ام. یعنی معجزه ام. ام. امپراتور امپراتور داری یعنی تدبیر ام خلم رو همین بود یعنی توازنی نگه داشتن بین این نیروهای تا خب در نزا همدیگر رو نکشند مثلا جناح بندی محدود نگه داریم مثلا در با ولی البته بعد از شاه باز آباس آب... یه عده م... شاهان به کار اومدند که این قدرت از دست داده بودند دو تا نکته کوچک یکی این که اگرچه در پایان صفویه علما معترض شدند همون که شما گفتید ولی اعتراض هیچ وقت به نهاد سلطنت نبود نه درسته اعتراض به درسته. شخص نه. بی ارزگی و یعنی به عیاشی بله. شاه بود بله. یعنی به بله. اون جایگاه نبود به شخصی که در جایگاه خیلی. نشسته آره. به شخصی بله. که در جایگاه چون به این... وظیفهش وزی... نرسید بله مله. و این در واقع باید گفت تا نیمه قرن بیستم هم همینطور بود آره تا یعنی تا هزار خومه، تا هزار آره. شما هرگز نمیتونید آره. کسی رو پیدا کنید که در نهاد پادشاهی آره. از طبقه علما تشکیکی بکنه در بله. این بود بله. بله. یه بحث مهمی که در مورد توازن این سه گروه یا بازی بین این سه ستون قدرت در ایران هست این است که دو گروه از اینها دو تا از این ستون ها بومی نیستند از الباشان و علما باید. یک ستون بومیه دیوان باید. سالاران ایرانی و گفتید که این دو ستونی که بومی نبودن و به اصطلاح خارجی بودن اینها به یه شکلی با هم احساسات مشترک داشتن و گاه حتی منافع مشترک این چه وضعیتی ایجاد میکرد؟ یعنی دیوان سالاران ایرانی خودشون رو در واقع در رقابت با دو گروه خارجی میپند داشتن واقع. درسته البته ما نباید مفهوم وطن و وطن پرستی رو اینطور که اونها تصور میکردند ابراز اعمال بکنیم ولی البته وجود داشت اون قذر باش ترک زبان بود علمای جبلامل همه عرب زبان بودن مره. ولی خب چی شد در نتیجه گذشت ایام همه این طبقه به نحوی تا یه اندازه ای ایرانی, شد. ایرانی, شدن یه کسی هم از مثل بهایدین عاملی پیدا شد که شعر صوفیانه هم میگفت بله. و غیره ولی مقصود من بیشتر این نبود مقصود من بیشتر این بود که این سه گروه در واقع یک نظام سلطنتی رو حفظ میکردن که زیاد مسئله با این نداشت که اینها از یه سرزمین دیگه ای اومدن. اومدن البته میشه گفت که همون ستون یعنی تمرکز به زمان فارسی به طور به عنوان زبان دیوان سالاری و البته زبان هنر و فرهنگی از همه مهمتر بود از لحاظ بله. استمرار بله. مفهوم ایران و مفهوم حتی مفهوم صفویه و قلم بله. و حیثیتش بله. آیا شیعه تونست عامل وحدت بشه در شایدی که شما تو کتاباتون اینقدر بر مهم. پراکندگی و دشواری های اقلیمی در ایران تکه میخوایید چون این دشواری های اقلیمی دشواری های دیگه هم ایجاد میکرد دیگه بافت بلد. جمعیتی بلد. کاملا ناهمگون بود دیگه در مناطق وسیع از ایران صفوی هنوز مردم سنی بودند درست. هاشی. در... در, هاشی مخصوصاً در, هاشی هاشی. در کتاب شما گفته میشه از منابعی که در تبریز 20 سونی از دم تیغ گذرنده شدند برای اینکه اینها رو بره شیعه, بره شیعه بره کنند بره و خیلی جاها شیعه نشدند آه. آیا شیعه به عنوان ملاتی برای یک پارشگی عمل کرد در دوره صفوی؟ بله طبیعتا و مسلما به شرطی که این علویت که پیدا کرد این برتری که پیدا کرده یعنی اکثریت مردم یعنی به روی تشیع شدند خوب ولی کامل نشده بود مم. یعنی در حاشیه هاش... نشینان ایران بیشترشون عقبشون سونی گرا بودند یعنی ترکمان ها اهل بلوچستان و خلیج فارس و البته خوزستان عربستان اون موقع بهش اه... گفتن همش سونی بودند و البته راز و رمز امپراتوری نگهداری همین یعنی مجبور بودند به اینا به اقلیت ها به طور کلی که البته تعدادشون خیلی کم بود از لحاظ مسیحیت و یهودیان زیاد چیز نقش نداشت آه. ولی مخصوصا به این سونیا و این هم به نظر من یکی از عوامل عمده فروپاشی صفویان است که شاهان اخیر یعنی از سلیمان به بعد شاهان متأخر صفوی این, این, این گروه های هاشی نشین که خیلی محوری بودند چون از مرزهای ایران مقا... مراقبت میکردن بر علیه اونایی که فراتر از ایران زندگی میکنن مردم وحشی گفته ب... میشدن گفته میشدن. آه... که اینو اهمال کردند یه وارد عرصه دیگه نمی‌کردند اونا رو وارد بازی نمی‌کردند یعنی ب... استخدامشون دیگه نمی کنند. دیگه برای معاش و رفاه اونها دیگه چیز بی تفاوت شده بودن بله. و حتی استبداد یعنی تعصب شیعی با اونا تحمیل شده یعنی اونا بیزار شدند از یه مفهوم ایرانیت یا یه پیرویی از تمام این پروژه صفویان تا پایان صفوی کوشش چندانی برای تشیع برای شیعه کردن این مناطق نبود اصلا قدرتی نبود که بتونه اینها رو به شیعه برگردونه ولی در اواخر اصر صفویه یه نوع ایدئولوژی عامه کردن شیعه پیدا شد که مجلسی نمونه خیلی عالی شد علامه مجلسی بله بله آه. چرا؟ به خاطر اینکه کوشید که در واقع شیعه رو تعمیق بکنه یا جرف تر بکنه در جامعه ایران و این از چند راه انجام شد یکی از راه شعائر انجام شد یعنی که مراسم محرم بله. مراسم عزاداری مراسی و روزه که خب البته از دوره تیموری در عراق بود ولی به تدریج قوی تر شد در وقتی میگی سمجه. دجرف کنه امیر کنه بیشتر منظورتون اینه که شیعه رو در کنترل اجتماعی یاد بده منظورتون اینه دیگه کردن از نظر خیلی توسط ملاصدرا را انجام شد و ولی بله 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 بله. منظورتون اینه که شیعه در واقع در اواخر دوری صفوی دیگه حرف در هر حوزه ای داشت و در این بخشش به دلیل کار مجلسی بود البته نقش خیلی اساسی که او بازی کرد برای اینکه کتاب مثل جلال آه یا آه اون کتاب مشهور دیگهش در شعائر آداب شیعه و اینها که الان نامش در خاطرم نیست اینها در واقع کوشش های بودن برای اینکه یک نوع کنترل اجتماعی به روی جامعه به وجود بیارن از راه شعائر بلده. از راه عبادات از راه مناسک و اینها رو از راه مراسی و عزاداری و بلده. شرکت در این مراسم این یه کوشش موفقی بود یعنی نمیشه نادیده گرفت ما صرف کیفیت نباید نگاه کنیم بله بله. بلکه باید نگاه کنیم که تا چه اندازه از در پروژه خودش موفق این در بودن. پروژه موفقی بود بله ولی در وقتی که در رسید به مناطق مرزی به, به اون حاشیه ها دیگه حدودش به صد این 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 بیگانی میکرد یعنی این تصاهم و مدارای دیرینی ایران برد. از دست دادند و با, با همین امپراتوری خودشون از دست داده چقدر ایران حالا که اشاره میکنید به سمت پایان این بحث میریم من فکر میکنم باید این بحث رو دو قسمتی کرد برای اینکه در مورد سقوط صفوی یا زوال صفوی صحبت نکردیم ولی در پایان این بخش فقط میتونید ما بگید که چقدر ایران صفوی ایران مداراست واقعا یه پادشاه موفق یعنی به همه گروه جامعه میرسه البته چک کردن اینو کرده به نظر من تا حدی و خب خود ایران یه چیز یه خاصیتی داره که مخصوصا بیانگر چاخص اینه که مسافران غربی خیلی تعریف میکنن از ایران میگن که این تعصبی که در استانبول اسمانی. یعنی امپراتوری عثمانی وجود داره که به عنوان خارجیان یعنی مسیحیان اصلا وارد کاخ نمیشن و یه چیز یه چیز تعصبی وجود داره که یعنی قطعا تشخیص میده بین مسلمانان و دیگران مسلمان. در ایران هست البته مردم متدین مخصوصا مردم معمولی مثلا این به این مسئله تهارت و نجاست هم اعایت میکردن ولی من مخمات بلا اصلا بی تفاوت بودم. در چنین یعنی خارجیان حتی کشیشان مبلغان مسیحی را دعوت میکردم برای مناظره هم در مجلس میشن در مورد مسائل دینی و فلسفی وجود خدا تردید به دین که البته تصور نکننده بود در اسم در قابل تصور نبود در قابل اسمانی. تصور در, در استانبول اصلا وجود نداشته همچو چیزی این تصموح یعنی بحث آزاد این یکی از به نظر من رمز و ایران فرهنگ نه فقط صفویان به طور کلی. که البته به نظر من ام اه اه یکی از ام اه یعنی توضیح میده که ایران هنوز وجود داره با تمام این تنوع فرهنگی و زبانی و نژادی و فلان و اینا بله بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته میرسیم بحث در مورد سفری رو ناتمام نمیگذاریم هفته آینده در بخش دوم این بحث به دلایل سقوط صفویه میپردازیم تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه عباس امانت و رودی مته رودولف مته شب و روز بر همه شما خوش